شما؟ بله. من میخوام باهاتون حرف بزنم. شما منو بازی دادید. نه من اصلا شما رو بازی ندادم. الینا ازدواج کرده و شوهر داره. چرا این موضوع رو ازم پنهان کرد؟ شما از کجا اینو فهمیدی؟ خود الینا به هم گفت. تو مرکز خرید دیدمش. شوهرش هم باهاش بود. اون که حتی منو نمیشناسه. پس اون کیه که خودشو الینا معرفی کرده؟ کیه که منو دیوونه و احمق فرض کرده؟ آقای شهرزاد، من تمام حقیقتو بهتون میگم، اما باور کنید که من مجبور شدم این کارو بکنم. با دروغ و فریب نمیشه واقعیت رو مخفی کرد. حقیقت همیشه برملا میشه. لطفاً بهم گوش بدین. به شرطی که راستشو بگید. اون دختری که با هم حرف میزد کی بود؟ اون به هم راستشو بگید، میخوام واقعیت رو بدونم. اون دختر من هناس. چرا این کارو کردی؟ کی بهتون اجازه داده که با احساسات من بازی کنید؟ شما خیلی خوب میدونین که چرا الینا رو قبول کردم و راضی شدم که باهاش ازدواج کنم. با وجود این که همه اینا رو میدونستن، شما آقای شهرزاد، باور کنید که من به خاطر شما رفتم خونه الینا. اونجا فهمیدم که الینا داره ازدواج میکنه. من فکر کردید که دخترتونو به جای الینا جا بزنید. آره؟ نه، من اصلا همچین فکری نکردم. من شما رو بازی ندادم. من این کارو نکردم. من فقط به خاطر مادر بودنم رو حرفش حرف نزدم. از وقتی که عکستونو دید عاشقتون شد، گفت به جز شما با هیچ کس ازدواج نمی کنه. صحیح. و بعد شما هنا رو به جای الینا به من معرفی کردین. نه، ما بازیتون ندادیم. اون از ته قلبش عاشق شماست، دوستتون داره. باور کنین ما بازیتون ندادیم، اون عاشقتونه. باور کنین لطفا. یه چیزی رو بهم بگید، کسی که اینجوری با احساسات من بازی کرده چطور میتونه بگه که عاشق منه؟ هیچ جوابی ندارید؟ الو، کی؟ دخترم قرص خورده؟ الان میام، الان باشه، الان میام. مواظبش باشید. چی شده؟ من باید خودم رو برسونم بهش. صبر کنید، من میرسونم اتون. خدا رو شکر به موقع آوردینش، ممکن بود بمیره. نه خانم دکتر، ممکنه دختر من غذای بد خورده باشه و مسموم شده باشه، وگرنه اصلا
امکان نداره قرص خورده باشه. دخترتون قرص خورده. اون وقت شما دارین میگین مسموم شده؟ دکتر لطفاً میشه بگید که الان حالش چطوره؟ شما شوهرش هستین؟ نه من فامیلشونم. ولی به نظر میرسه که حس دیگه‌ای به شما داره. خانم دکتر لطفاً بگید که حال دخترم خوب میشه. نگران نباشین حالش خوبه، اگه بخواین مرخصش میکنم. خوبه. راستی من به خاطر عمو رمضان بیمار رو قبول کردم، چون ایشون آوردنش، وگرنه این پرونده مربوط به پلیسه. خاله جان شما برید پیش هنه، من بقیه کارا رو خودم انجام میدم. خیلی ممنونم دکتر، شما این پرونده رو خیلی خوب مدیریت کردیم، وگرنه براشون مشکل پیش می اومد. مشکلی نیست، میتونین بیمار رو ببرین خونه. شما تشریف ببرین حسابداری، من برگه ترخیصش رو میفرستم اونجا که امضا کنم. بله دکتر ممنونم. سعدی ازت خیلی ممنونم، اگه به موقع دخترمو نمیرسوندی اینجا نمیدونم الان چی میشد. خانم دکتر میگفت که هنا قرص خورده، آخه چطور ممکنه؟ من همون اول گفتم که دختر من هیچ وقت این کارو نمیکنه، فکر کنم سوء تفاهم پیش اومده. داشتم از خیابون رد میشدم، همین که منو دید دستشو گذاشت رو شکمش و گفت به مامانم زنگ بزن. جدی؟ بیا دخترم بیا، مراقب باش. بسم الله یواش، یکم دیگه بیا عزیزم، بیا. چاہے دید تیری نینو کی عادت بری، चाहे दीद तेरी मैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा, अखियों ने खींची कोई یا باشه. خب خاله من دیگه برم، بذارید بخوابه. به نظرم در مورد این اتفاق باهاش اصلا حرف نزنید بهتر باشه. درست میگید، اما نمیدونم چرا اصلا این کارو کردی، یعنی به فکر من نبود. گذشت دیگه، با این فکر را خودتون اذیت نکنید، هنا رو هم اذیت نکنید، اتفاقیه که افتاده. آره
درست میگین، تو این شرایط خیلی کمکمون کردی، واقعا ازت ممنونم. خدا پاداش کارهای خوبتو بهت بده. من کاری نکردم خاله جان، دارید شرمندم میکنید. نه پسرم، دشمنت شرمنده باشه، کاری که تو کردی و تو این دور زمونه نزدیکاتم انجام نمیدن. خدا ازت راضی باشه. من بازم سر میزنم. حتما. مواظبش باشید. باشه.